دوست گرامی وقت بخیر امیدوارم که هر کجا هستید به هر کاری که مشغولید لحظات خوبی رو بگذرونید و برکت و شادی در زندگیتون جاری باشه در خدمت شما هستیم با یک بسته خبری در آغاز میپردازیم به بازار ارز در ایران از دستگیری دلالان تا پروژه دشمنان در ادامه ویدیویی داریم از حمله مسلحانه قهرمانان بلوچ به مزدوران رژیم و کشتن چند تن از آنها و در پایان خواهیم پرداخت به زمزمه گرانی بنزین آغاز زمستان اقتصاد ایران با تورم بی سابقه پس با ما همراه باشید دوستان عزیز تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی را متحمل شدند اگه محتوای ما رو میپسندید لطفا برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید بازار ارز در ایران از دستگیری دلالان تا پروژه دشمنان همزمان با سقوط ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا، مقامات حکومتی ایران از رئیس پلیس تهران تا شهر داره این شهر در برابر آن واکنش نشان دادند. طی هفته‌های اخیر، کاهش نرخ برابری ریال در برابر ارزهای معتبر جهانی تشدید و با گذشت زمان این روند وخیم‌تر شده. حسین رحیمی، فرماندهی انتظامی تهران شنبه ده دی ماه از بازداشت 119 نفر به اتهام اختلال در بازار ارز و کشف 445 هزار واحد ارز به ارزش بالغ بر با 6 میلیارد تومان ارز خبر داد او با اشاره به اینکه این افراد در زمینه های مختلف فعالیت داشتند گفته که 20 نفر از آنها به زندان منتقل شدند فرمانده انتظامی تهران همچنین گفته پلیس فتا هم 67 کانال و صفحه را در زمینه اختلال در بازار ارز شناسایی کرده همزمان علیرضا زاکانی شهردار تهران افزایش قیمت دلار را پروژه دشمن دانست و از مردم خواست که دلار نخرند تا قیمت دلار پایین بیاید شهردار تهران افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر را که بین 43 تا 45 هزار تومان رسیده دروغ محض دانست او گفته که افزایش دلار پروژه دشمن است و یقین بدانید که در این پروژه بار دیگر دشمن شکست میخورد مقامات بلند ایرانی غالبا مشکلات ایران را مربوط به اقدامات دشمن و کشورهای خارجی میدانند و در همین راستا اعتراضات گسترده در ایران را هم کار دشمن دانستند در حالی که اعتراضات از اواخر شهریور ماه تا کنون در ایران ادامه داشته، کاهش شدید نرخ برابری ریال در برابر ارزهای معتبر جهانی این نگرانی را ایجاد کرده که قیمت کالاهای مصرفی هم افزایش یابد. در همین رابطه دو روز قبل رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد و محمد رضا فرزین که پیش از این مدیر بانک ملی ایران بود، جانشین علی صالح آبادی رئیس پیشین بانک مرکزی شد. آقای صالح آبادی در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران گفته بود علت افزایش نرخ با افزایش نرخ بهره در بیش از 90 کشور دنیا و همچنین نوسانات فصلی و اعتراضات در ایران مرتبط است رئیس پیشین بانک مرکزی ایران گفته بود افزایش نرخ در بازار آزاد ارز واقعی نیست و حتما تعدیل خواهد شد و ما به عنوان بازارساز برای آن برنامه داریم اما روح الله ایزدخواه نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته افزایش نرخ ارز در دولت ابراهیم رئیسی را با اعتراضات بی ارتباط خواند نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به دولت گفته بود افزایش نرخ ارز را بی دلیل به اختشاشات و یک ماه اخیر حواله ندهید آقای ایزدخواه گفته بود در شروع دولت 13 هم قیمت دلار 26 هزار تومان و امروز 39 تومان است یعنی قریب به 50 درصد نرخ ارز افزایش داشته ابراهیم رئیسی از منتقدان اصلی سیاست های اقتصادی و پولی دولت قبل حسن روحانی بود. محسن رضایی معاون اقتصادی ابراهیم رئیسی در زمان نامزدی خود در سیزده همین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران افزایش و تثبیت ارزش پول ملی را جزو برنامه ها و سیاست اصلی خود اعلام کرده بود و حتی گفته بود باید پول ملی ایران تقویت شود تا در کنار دلار و یورو قوی ترین پول منطقه شود. حمله مسلحانه قهرمانان بلوچ به نیروهای رژیم و کشتن چند تن از آنان آن. در روزهای اخیر تیه حمله های مسلحانه مردم بلوچ هفتن از نیروهای رژیم کشته شدند. زمزمه گرانی بنزین آغاز زمستان اقتصاد ایران با تورم بی سابقه مرکز آمار ایران با اعلام تورم 67 درصدی در حوزه قیمت مواد خوراکی از ثبت رکوردی تاریخی طی سه ماه گذشته خبر داده تورمی که از بعد جنگ جهانی دوم در ایران بی سابقه بوده است این آمار در حالی منتشر شده که بررسی سیر تورمی دو دهه گذشته اقلام خوراکی و کالاهای اساسی نشان می‌دهد آنچه وضع معیشتی جامعه را به نقطه بحران و فلاکت رسانده ثمره چهارده ناکارآمدی اقتصادی و مدیریتی در ساختار نظام اسلامی است همچنین اقتصاددانان بر این باورند تداوم سیاستهای خسمانه خارجی و اتخاذ رویکرد غلط اقتصادی در دولت ابراهیم رئیسی سبب شده که ایران به سرعت به سمت ابرتورمی تورمی ویرانگر سوق پیدا کند و همه این افراد اتفاق نظر دارند که راه نجات اقتصاد ایران از مسیر ویرانی جز با تغییر سیاستها در سطح کلان حاکمان ممکن نیست تورم کلی 46 درصدی سالانه ایران به نسبت آذر 1400 در در حالی رکوردی تازه برای اقتصاد بر جای گذاشته که رشد بی سابقه قیمت ها در بازار ارز طلا خودرو و مسکن افزایش عدد تورمی تا مرز 70 درصد را برای اواخر سال نشان می دهد. بر مبنای قیمت 25500 تومانی دلار در آغاز دولت رئیسی حتی اگر قیمت دستوری 40000 تومانی صبح روز شنبه 10 دی ماه را ملاک قرار دهیم باز هم رشد بی سابقه نرخ ارز طی یک سال گذشته به خوبی بحران اقتصادی در ساختار حاکمیت را نمایان می کند. وضع قیمت ها در بازار طلا و سکه نیز همین روند سعودی را دارد قیمت سکه از محدوده 11 تا 13 میلیون تومان سال 1400 در حالی مرز 20 میلیون تومان را رد کرد که تحلیلگران بازار طلا گمان زنی قیمت بیش از 25 میلیون تومان را تا انتهای سال برای آن مطرح می کنند. آنچه اقتصاددانان را از بهبود سیاست های اقتصادی دولت ناامید کرده خروج اختیار مرمت اقتصادی از بدنه دولت است به گفته ی حسین راغفر آنچه اقتصاد ایران با آن مواجه است مخرب بودن دهه ها سیاست اقتصادی و پولی در عناصر کلان سیاستی حاکمیت است راقفر با تاکید بر نقش مخرب بانک ها در اقتصاد ایران رفتار پاره وقت و موقتی دولت ها برای مدیریت تورم را تنها دلیل تولید بیشتر بحران دانسته و میگوید راه حل جراحی بنیادین اقتصادی است که نظام توان اجرای آن را ندارد اکثر اقتصاددانان بر این باورند در شرایطی که سیاست های خارجی حاکمیت متکی بر تنش و درهای بسته است و از سوی دیگر شکاف اعتماد میان دولت ها و جامعه هر روز عمیق می شود هیچ کدام از های جراحی که گسترش مبادلات جهانی و اعتماد ملت به دولت است در ایران وجود ندارد و از این رو هر اقدامی در زمینه جراحی اقتصادی به صورت ناقص و مخرب انجام می شود. حالا با گذشت بیش از یک سال از روی کارآمدن دولت رئیسی سونامی تورم گریبان تیم اقتصادی دولت را گرفته و ظرف یک ماه گذشته دومینای تغییرات به بدنه اقتصادی دولت رسیده تغییر رئیس بانک مرکزی در حالی صورت گرفت که شایعات تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه و بزیر اقتصاد نیز به گوش میرسد سخنگوی دولت نیز از تأخیر در تغییر مدیران عذرخواهی کرده ولی تغییر رئیس بانک مرکزی و نخستین وعده رئیس جدید درباره تخصیص ارز 28500 تومانی آب سردی بود که با وجود خزانه خالی از یک سو و موانع قانونی استفاده از این ارز از سوی دیگر بر سر ناظران ریخته شد در شرایطی که دولت هنوز دین ارزی سال گذشته خود را به وارد کنندگان پرداخت نکرده و عملا ورود ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و صادرات به کشور نزدیک به صفر است وعده رئیس جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز با قیمت ارز آزاد در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم با پرداخت نشدن ارز تفاوتی ندارد همزمان تکرار الگوی شکست خورده بازاری امنیتی و بازداشت 119 فرد به بهانه اخلال در سیستم ارزی کشور هم موضوعی است که نبوده برنامه برای حل مشکلات اقتصادی موجود را نشان می دهد. کاربران رسانه های اجتماعی در نقد این موضوع با یادآوری دستگیری فردی به نام جمشید بسم الله در سال 91 این سال را مطرح کرده اند که اگر اقدام امنیتی علیه فعالان ارزی حلال مشکلات بود چرا دستگیری و اعدام جمشید بسم الله و وحید مظلومین ها که سلاطین عرض و طلا و مسبب گرانی ها معرفی شدند نتوانست مسائل را حل کند پافشاری مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی بر سیاست های بی نتیجه تحلیلگران اقتصادی را بر این باور رسانده که تغییر مدیران در دولت رئیسی نه تنها قرار نیست سفره کوچک معیشت مردم را نجات دهد بلکه مقدمه شوکه بزرگتری است که با تغییر قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین در راه است صمیمانه قدردان همراهی شما هستیم تا بخش بعدی و یک بسته خبری دیگه شما رو به ایزد یک تا می سپاریم.